با درختی که زند سر به فلک به زبان مه و ابر به زبان لجن و سایه و لک به زبان شب و شک حرف مزن با درختان برومند جوان به زبان گل و نور به زبان سحر و آب روان به زبان خودشان حرف بزن چون جمع شود معانی گوی بیان توان زد بسم الله الرحمن الرحیم ارز بهترین سلام ها و سمیمانه ترین سلام ها تقدیم شما دوستدار شما هستم بار دیگر موحد واحدی از سلسل جلسات کانون سخنوران ای در قالب برنامه زیبا با نام فساحت در این ساعت از شب در خدمت شما بیننده های خوب هستم شاء الله که قبراق و سرحال باشین و عافیت داشته باشین و تلنگرهای زیادی روزانه در ذهن شما ایجاد بشه تا بتوانین زندگی بکنین بسیار بسیار تشکر از اینکه برنامه قبلی ما دیدین و چقدر پیام تشکری بر ما فکر میکنم کنم تنها نیستم و این برنامه زیبا که به شما تقدیم میشه شما مشتاق هستین که برنامه رو میبینین شما علاقه من هستین که این برنامه با همتی که دارین قوی میسازین با همتی که دارین قیمت برنامه ما دارین بالا میبرین ارزش های معنوی برنامه ما بسیار بسیار بالا رفته او هم فقط به خاطر شما عزیزا شما عزیزایی که وقت خود صرف میکنین تا چیزی بیاموزین وقت میگذارین تا چیز یاد بگیرین هوا سرده امیدوارم که دلهای شما گرمی ایجاد بکنه کنار, با... کنار هم بودن شما گرمی ایجاد بکنه و ای دوست های شما علاقه ایجاد بکنه تا بتوانیم بیشتر از همدیگر بهره بگیریم بیشتر از همدیگر در این ساعت استفاده بکنیم تلاش مهم هم ای هست تا به قالب برنامه برای شما عزیزان مفید باشه خیلی خرسند هستم که او شور و حیجانی که در برنامه گذشته بود نتیجه خوبی داد و شما عزیزا هم با کلمات و پیام های زیبایی که برای ما فرستادین واقعا قابل قدره واقعا دوست داشتنیه اگه کلیپ انگیزیشی مقبول و زیبایی رو ببینیم و بشنویم برمیگردیم با موضوع این شب در برنامه فساحت با ما موحد واحدی تشکر از شما خب کلیپ انگیزشی یک انگیزه خاصی میده با آدم وقتی میفهمی که چقدر تشکر کردن شکر کردن و سپاسگزاری کردن ارزش داره بله عزیزا چرا همین لحظه ما شکر گزار نباشیم چرا همین لحظه ما تشکر نکنیم چرا فقط یک مرده نمیتونه از خدا تشکر بکنه همه ما باید تشکر بکنیم که سالم و سلامتیم تشکر بکنیم که دیوانه و مجنون نیستیم تشکر بکنیم که داخل سلط زباله دنبال چیزی نمیگردیم تشکر بکنیم که جایگاه خوب انسانی می که اشرف مخلوقات هستیم خداوند برای ما عنایت کرده دوستای عزیز و خوبمه بسیار بسیار خرسان هستم که در هر برنامه محتوای مه پیام های مقبول شما عزیزا هست و چیزی که ما می, می همه پیام های است که شما فرستادید اما برای من خوشحال کننده می بود که حالا بعضی دوستان نمی فهم چرا چقدر خب شاید مشکل از اونا خیلی بزرگتر از چیزی که من فکر می باشه برای من خوب پیام فرستادن متن خوبی داره اما کمی ناامید کننده کمی روزی میگه شیطان میخواست از کار خود دست بکشه و تمام وسایل خود روی بازار گذاشت برای فروش از قبیل غرور و خودبینی و حسد و بخل و نفاق و همه برای فروش گذاشته بود یکی از این مال هایی که گذاشته بود برای فروش کمی گوشه تر بود و کوهنه تر بود و قیمت گذافی هم روی قیمت داده بود شخصی پرسان کرد که ای شیطان خب اینا که همه درست او چرا قدر قدیمی و کهنه هم هست باید قیمت بالای داره شیطان گفت وقتی مه تمام این اموال خودر خرج میکنم تا یک انسانر به گمراهی و تباهی بکشانم. و میبینم نمیشه از او وسیله استفاده میکنم او وسیله ناامیدیه وسیله ناامیدی اونجا گذاشته و من از او استفاده میکنم تا بتوانم که دل یک انسان قلب یک انسان ذهن یک انسانه تسخیر بکنم و پس از او بخل و عداوت و نفاق و کین دوزی و دشنام و بدگویر در دل او جایگزین بکنم فکر کنم که بالای بعضی ها شیطان کار کرده و از او وسیله استفاده کرده دوستای عزیز هرچند برنامه روی موضوع انگیزه باید باشه برنامه باید خیلی انگیزه باشه اما بزرگترین جمله انگیزشی چیه دوستای عزیز تو نمیتونی بزرگترین جمله انگیزشی اینه تو میتونی خیلی مثبته اما بزرگترین جمله انگیزیشی که به من انگیزه میده تا او کاری که همه فکر میکنن نمیتونم انجام بدم با این جمله به من انگیزه میدن تا من خود به اونا ثابت بکنم و شکر نعمت پروردگار به جا بیارم و ثابت بکنم که من میتونم توانایی انجامی رو دارم دوستان من در این برنامه خیلی مخالف شعار هستم و چیزی که شما دارین برای من میگین همی حالا یا برای من پیام میفرستین که برنامه هایی که اینگونه هست فقط شعاره بله درسته فقط شعاره اما من در طول سالهایی که در رسانه کار کردم و همراه های خوبی که داشتم عزیزایی که در پس کامره با ما هم کار بودن عزیزای دوست داشتنی که برنامه رو ادیت میکردن عزیزای دوست داشتنی که نشر برنامه را. افتخار میکنم که اونا افتخار میکردن که دستن در چنین چون این برنامه علمی آموزشی هستن دوستان زندگی هیچ کس با شعار پیش نرفته یک جمله من پارسال ثبت در یک کتابچه یادداشت که زندگی خود را با شعار نه با شعور سپری بکنید زندگیتان را با شعار نه با شعور سپری بکنید این به معنای ای نیست که شما شعار ندین شعارها به دو قسم عزیزا یک قسم اینه که شما شعار قبل از کاری که انجام میدین دارین شعار میدین م? مثلا شما احساس میکنین که آزاد نیستین در حقیقت آزادین آزادی اندیشه آزادی بیان آزادی خوراک لباس گشت و گذار همه دارین اما دارین بازم شعار آزادی میدین قالب دوم شعار دادن ای هست که شما به او چیزی که میخواین باید برسین و هنوز نرسیدین و دارین به خاطر شعار میدین و تلاش میکنین دوستای عزیز موی باری که در بین ای دو گپ ما هست تنها امید میتونه که به یک شعار شعور بده تنها امید میتونه که به یک جمله شعاری شعور بده مثلا وقتی که شما یک کار قرار بوده انجام بدین اما انجام ندادین ترسیدین از عواقب او کار ترسیدین عواقب بدی داشته شما توانایی رو در خود ندیدین یا توانایی اور دیدین اما احساس بدی داشته نسبت به عاقبت او کار پس او کار انجام ندادین شخص دیگه که دیدین نه جستی اور داره نه قیافی اور داره نه پولی اور داره آمده او کار انجام داده و امروز اسمی او داره حکومت میکنه فقط اسمی رو داره در ذهن شما شما رو حکم روایی میکنه شما رو داره کنترل میکنه تنها یک اسم فرد به خاطر او کاره که تو باید انجام میدادی و ندادی تو انجام ندادی او کاره تو خواسته تو بوده خواستن توانستن نیه دوستا کسایی که میگن خواستن توانستنه شاید دارن با درک خود خو میگن من میگم خواستن خلق کردنه چرا داری حرف میزنی بلند شو و او کار خلق بکو خواستن یعنی خلق کردن خواستن یعنی خلق کردن یعنی من خواستم که این کار انجام بدم تلاش کردم برنامه ریزی کردم و در طول مدت بسیار کوتاهی نتیجه داده ای خواستن یعنی توانستن خواستن یعنی توانستن به معنایی که تو حرکتی داشته باشی مهم ابتدای جمله نیه دوستا ابتدای جمله داره ما را یک موضوع خبر میکنه بخوا خواستن مهم آخر جمله توانایی خواسته های خود داری توانایی انجام خواسته های خود داری پس چند کلمه که در همی ابتدای برنامه برای شما نمایان شد انگیزه و ناامیدی این دو چیز در تقابل با هم قرار داره دوستان نگذارین دوست عزیز شیطان های جنی و این سیبال های شما کار بکنن خیلی افراد های هستن که انسان نما عزیزان ما سر یک سفره به اونا داریم غذا میخوریم برای ما میگن قیافه تو به این کارا نمیخوره یعنی چی آقا قیافه تو به این کارا نمیخوره تو استایلی رو نداری تو تیپی مگه به تیپه مگه به استایله بزرگترین موهبت پروردگار منم بزرگترین موهبت بزمه من خارق العاده هیچکس هیچ کس نتونسته دیگه مثل مه جور کنه من برندی من برند من مارک اعلایم یکیه از وجود یکیه از وجود یکی خلق شده دیگه نیه سی برابر انسان که روی زمین هستن زیر زمین خوابیدن یک دانه هم به, دنب... به داخل اونا مثل من نیه من بزرگترین موهبت پروردگارم چرا بری میگی تو نمیتونی کار انجام بدی شاید زمان نیاز داره شاید کمی تلاش نیاز داره شاید کمی تشویق نیاز دارم چرا مرد تشویق نمیکنین چرا دارید مرسر سرکوب میکنین عزیز دل شمایی که از خون و پوست و گوشت من هستین چرا اهمیت قائل نمیشین چرا شماها شاید به خود حس باشین که من میتونم اما به من میگین تو نمیتونی ایر بفهمین تو نمیتونی گفتن شما داره به من انگیزه میده داره به من انگیزه میده که در تقابل با حرفی که شما میزنید در تضاد با جمله‌ای که شما برای من میگین من چنان عملی انجام بدم که بالاتر از تصور و تو باشه چرا میگین نمیتونی من بزرگترین موهبت پروردگار در دنیایم تویی که داری برنامه من میبینی عزیز دل تو بزرگترین موهبت پروردگار روی زمینی در عالم کائناتی هیچ چیز در این کائنات مثل تو پیش خدا ارزش نداره تمام کائنات داره برای تو میچرخه شب و روز برای توه تمام گیاه سبزیجات درخت کو همه برای توه تو جایگاهی خیلی بس عظیم از چیزی که داری فکر میکنی داری عزیز جان خیلی باید لحظات زیادی فکر بکنیم تا این جمله سنگین رو بفهمیم از اینجا کشتی ها تا زمان غرق نمیشن که آب داخل اونها نرفته زیر پای کشتی ها پر از آب غرق نمیشن اما زمانی که یک سوراخ کوچک ناامیدی در قلب ایجاد شد و آب داخل او رفت گناه داخل او رفت معصیت و ناامیدی و کذب و دروغ و تهمت و کینه و بدگویی داخل اونها رفت دیگه از تو توقعی نیه. تو قرخ شدی تو قرخ شدی و تو باید نجات داده بشی تو باید نجات داده بشی تو باید دوباره شروع بکنی فرصت داری تو خداوند متعال به حضرت آدم فرصت دوباره میده در بهش نشد در روی زمین خلیفه باش جانشین باش حکومت کن همه چیز برای تو آماده میکنم چرا احساس میکنین من نمیتونم ایره بفهمین حرف شما برای من انگیزه میده پس از روزنه های ناامیدی خود دور بکنین دوستا نگذارین که کس شما ناامید بکنه نگذارین که تنهایی و تاریکی شما رو تسخیر بکنه من شعار نمیدون من حالت اجتماعی من خیلی خوبه چون من دوست دارم که دیگران مر دوست دارن من اینقدر شما رو دوست دارم که وقتی هر جای بیرون از این برنامه مر می میبینین و به من میگن استاد من دارم برنامه شما رو میبینون من دوست دارم دستای شما رو ببوسم تشکری بکنم از شما شما رو در آغوش بگیرم که شما عزیزای دل من هستین که به من قدر ارزش میدین و چند کلمه که دارم با شما صحبت میکنم شما هم دارین گوش میگیرین فصاحت همینه که ما ناامید نباشیم وقتی امید داشته باشی کلام تو موثره و یعنی فساحت کلام و تو میگن روزگار چگونه میگذره هی بگذریم یعنی چی عزیز جان این چی فساحتیه که تو داری عالیه بگو عالیه الحمدلله من سالمم الحمدلله من دارم عبادت پروردگار خود میکنم الحمدلله من دارم برای عزیزای خود کسب درآمد میکنم دارم برای اولاد خود آینده خوبی دارم نقشه کشی میکنم برای زندگی آینده اولاد خود دارم مهندسی میکنم خداوند این قدرت برای من داده من دارم فکر میکنم درباره زندگی تو من دارم کتاب مینویسم تا نسل بعدی بدونن ما چقدر ما چه کار کردیم من دارم شعری می نویسم تا نسل های بعدی با روح روان خوبی زندگی بکنن من دارم تلاش میکنم تا تو راحت بشی کی گفته تو تنهایی؟ کی گفته من تنهایم؟ من دارم برای تو تلاش میکنم کنم من صد لگ افغانی سرمایه گذاری کردم تا صد نفر پیش به کار بکنم من دارم برای دیگران زمینه کار فراهم میکنم من لپتاپ ساختم تا تو راحت بتونی کارهای بسیار بسیار سنگینی رو آسان انجام بدی رشد بکنی من دارم برای من دارم برای خود تلاش میکنم کی گفته من تنهایم کی گفته من ناامیدم در دنیای از ناامیدی من امیدوار هستم تا شما هم رشد بکنید در دنیای از ناامیدی در دنیای از سختی در دنیای از مشکلات دریای آرام از هیچ کس ناخدای قهرمان نمی سازه از هیچ کس ناخدای قهرمان نمی سازه عزیز جان. دریای طوفانی وقتی تو سکو سکان کشتی دست تو هست و داری ایره به چپ و راست با قدرت بازوان خود هدایت میکنی و از این طوفان بسیار خشمگین عبور میکنی قهرمان زندگی تویی ما باید از تو الگو بگیرم در تمام اون مشکلات و ناتوانی ها و موج های غرش های رعد و برق تو خود سالم به ساحل رسوندی با تلفات زیاده با دشواری ها با آه با گریه با بغز با شکمی گرسنه مهم مدارم طور میبینم که تو به ساحل رسیدی سوال می چگونه ای طوفانه این قرش ها و رعد و برق و باران ها و تگرکار چگونه تو سپری کردی تو بره میگی می با امید پشت ای ابرهای تاریک پشت ای باران ها پشت ای ضربات شلاق رعد و برق می یک آفتاب درخشان میدیدم گفتم باید به او برسم تمام هدفم رسیدن به او آفتاب بود و از این پرتگاه عبور کردم ما دارم ایر میگم ما تنهایی نه این برنامه برای میلیون ها انسانه میلیون ها کسایی که فکر میکنن تنهاین تو تنها نیستی یکی از عزیزایی که تو رو خیلی دوست داره من هستم یکی از عزیزایی که مشتاق هست از بالا تو رو ببینه من هستم دوست دارم دست تو رو بگیرم تو رو بلند بکنم تا با همدیگه از بالا همدیگه رو تماشا بکنیم تنها وقتی که میتونی با ناامیدی سر خود پایین بندازی زمانی که خدا نظر رحمت خود از تو بگیره او وقت باید ناراحت بشی او وقت باید احساس بکنی که من تنهایم در غیر صورت نه یک جمله برای شما میگم این جمله در ذهن خود بسپارین دوستای عزیز با مطالعه برای شما میگم با تجربه برای شما میگم با اندیشه دارم برای شما میگم خواب تعریف نمیکنم برای شما ه حکایت نمیکنم از بره شما خودر به خدا بسپار و مردمر به لیاقتی که دارن تمام. خودر به خدا بسپار و مردمر به لیاقتی که دارن زمانی با حرف های دیگران زندگی کن که دارن حرف های خوبی درباره تو میزنن. دارند با خشت خشت خوبی ها برای تو قصری از طلا می سزن. اما مقرور نشو و زمانی از بهترین عزیزان خود دور باش که دارن تو رو متلاشی میکنن از درون دارن مثل موریانه به وجود تو رخنه میکنن تا تو رو از پای در بیارن من از بیگانگان هرگز ننالم من میفهمم که از کی بنالم من از بیگانگان هرگز ننالم افتاده درختی که به خود میبالید از داغ تبر به خاک خون مینالید گفتم چه کسی به ریشه ات زد گفتا آن کس که به زیر سایه هم میخوابید برای و میان برنامه ببینیم در خدمت شما هستیم خب دوستای عزیز سلام دوباره خدمت همه شما امیدواران نور امید و همه شما عزیزایی که وقت شما رو میبینن برای شما چی میگن؟ میگن آقا ما تور که میبینیم انگیزه میگیریم میفهمید این جمله چقدر امیدوار کننده که طور ببینن انگیزه بگیرن و ای که تو منبعی از امید برای اینا بشی تو منبعی از انگیزه بشی تو حلال مشکلات بشی تو انسانی باشی اوج انسانیت در وجود تو باشه اوج انسانیت چی عزیز جان ای که دست کمک به دیگران داشته باشی شنونده خوبی با دیگران باشی اونا رو دوست داشته باشی اونا رو به دوستی دعوت بکنی با هم بودن ترویج بدی در کنار هم بودن رشد بدی ما نیاز داریم قلبن هم دیگر دوست داشته باشیم ما نیاز داریم که قلبن در کنار یک دیگر باشیم ما نیاز داریم که با کلام خوب دیگران خریداری بکنیم نه با چیز بی که خود ما بوده ساخته این جمله رو ببینیم میگه دلگیر مباش از مرغانی که نزد تو دانه خوردند و در خانه همسایه تخم گذاشتن دلگیر مباش ایمان داشته باش روزی بوی کبابشان به مشامت خواهد رسید روزی بوی کباب شدنشان به مشامت خواهد رسید. اونایی که نزد تو دانه خوردن و به خانه همسایه تخم گذاشتن. کسایی که درو بودن، کسایی که به تو ایمان نداشتن به تو باور نداشتن. کسایی که طور همیشه آخر صف گذاشته بودن، کسایی که تو جدا از همه گذاشته بودن و روزی که به تو نیاز دارن حالا دست تو بگیرن آدمای منفی باف و منفی زندگی خود رو حذف کنین شاید کسی نمانه و تنها بشین می این منظور منیه عزیزایی که در کنار شما هستن اونها رو محکم در آغوش بگیرین اونها دوست داشته باشین و اونا عشق و محبت و علاقه داشته باشین من با این مخالف نیستم و من خیلی موافق این موضوع هستم من دارم میگم آدمایی که برای شما میگن شما نمیتونین این کار انجام بدین تواناییور ندارین قیافیور ندارین مستر بین قیافه داره مستر بین قیافه ندش وقتی رفت تئاتر بازی بکنه او رو از تئاتر مدرسه هم بیرو کردن تو گفتن حرف زده نمیتونی لکنت زبان داری امروز بهترین کومیدیانه چارلی چاپین چی وضعیت دش امروز ما داریم جملات چارلی چاپین در زندگی خود میگیم. خیلی دیگر از دوستای عزیز ما که قیافه نداشتن صحبت کردن نمیتونستن لکنت زبان داشتن وقتی جام جهانی 2022 قطر افتتاح میشه یک قاری خوش یک طفل نوجوانی داره تلاوت شروع میکنه که حالا ما میبینیم که چه خصوم برای شما بگم ما میبینیم نصب تنی و نی عزیز جان تو به خود اعتماد نداری چگونه ما به تو اعتماد بکنیم تو به توانایی خود باور نداری تو خود تو داری میری تای صف استاد میشی آقا من چگونه تو رو بگیرم بیارم به اول صف استاد بکنم حالا تو هم یک جربوزه ای از خود نشان بده تو هم یک خودی از خود نشان بده چرا از همه چیز شاکی شب میشه گناه تو نیه روال طبیعت روز میشه سرد میشه گرم میشه گناه تو نیه چرا همه چیز داری سر, سر خود خود میندازی چرا همش میگی ای از پینک شوم ما هست یا از بدبختی ما هست من میفهمم چرا همش فکر میکنی مشکل تویی تو راه حل مشکلی تو انسانی جوهر انسانیت در تو هست از روح خداوند تبارک و تعالی در تو دمیده شده چرا همش فکر میکنیم تمام اینا شعاره تمام اینا حرفه چرا احساس میکنیم اینا در زندگی واقعی نمیتونه وجود داشته باشه زندگی افراد و موفق ببین برو ببین چیکار کردن زندگی پیامبران مطالعه بکو برو ببین چه کار کردن زندگی یک تاجر بسیار پولدار و ثروتمنده برو مطالعه کو ببین چه کار کرده همه با امید زندگی کردن همه با امید با عشق یک کار شروع کردن همه خواستن خلق کردند و توانستن چقدر خوبه که ما و تو هم الگوی دیگران باشیم نه درس عبرت دیگران برای دیگران الگو باشیم برای دیگران یاد بدیم برای دیگران بشنوانیم برای دیگران تجربی های خوده تجربیات خوبی که از زندگی گرفتیم نوشته های ما رو بخوانن اقدر که ما کتاب دیگران خواندیم ما کتاب زندگی افراد موفق خواندیم طوری زندگی بکن که دیگران کتاب زندگی طور مطالعه بکنن ای چه کار کرده که ای قدر دیگران رو دوست دارن ای چه, ای چه کاری انجام داده به دست روی دست گذاشتن هیچ نتیجه ای نمیده از جا. هیچ نتیجه ای نمیده باید مثل آب روان باشی تمام ناملایمات رو سپری بکنی تمام آلودگی ها رو بشویی پاک بکنی پاک کننده باشی زلال باشی مایه حیات باشی مثل آب مایه حیات باشی وقتی یک تشنه در بیابان آبر میبینه حاضر با هزاران کرور او قطره آب از تو خریداری بکنه به خاطر که او قطره آب به او حیات دوباره میده به او توانایی و انگیزه زندگی کردن میده بفهم تصور بکن اگه تو به او جایگاه برسی تو مایه امید زندگی دیگران باش الگویی برای زندگی دیگران باش یک جمله مقبول دیگه هم برای شما میگم یک هفته پیش ایر داخل کتاب زندگی خود خود خودم ثبت کردم نشستم وقت گذاشتم فکر کرد عیسی زندگی تو نباید طولانی باشه باید بزرگ باشه طوری زندگی کن که اصلا فکر طولانی بودن زندگی نباشی به فکر بزرگ بودن زندگی خود باشی زندگی من بزرگ گرچه کوتاه اما بزرگ پیش میره زندگی من با بزرگی اندیشه داره پیش میره نه بزرگی پول نه بزرگی زور و زر و نه اینا نه بزرگی اندیشه زندگی من طولانی نیه من صد سال عمر طلب نمیکنم من زندگی بزرگ در اوج تعالی و قدرت در اوج عشق و محبت من دوست دارم دیگران با انگوش خود مر نشان بدن و بگن او زندگی بزرگی داره او فرد بزرگیه در زندگی او فرد موفقیه در زندگی تو فرد موفقی هستی در زندگی توی که داری برنامه رو میبینی حتما حتما به فکر موفقیتی حتما دوست داری راه موفقیت پیدا بکنی پس بلند استاده شما شعره میخوانم اگر یاد گرفتی شعر بخوان من از زندان نمیترسم نه از حبسش نه از مرگش نه از پاییز بی برگش. من از دنیا نمیترسم نه از قصه نه از دردش نه از رنج و نه از گنجش با ایمانی کاملی رو بگو من از دریا نمیترسم نه از توفان نه سیلابش نه از موج و نه گردابش من از دشمن نمی ترسم نه از تیرش نه از خشمش نه از پیکار و از جنگش نمی ترسم نمی ترسم این نیاز به ایمان داره این نیاز به جرأت داره این نیاز به همت داره همتی بسیار همت بسیار بالایی بگو دیگران بالای تو قیمت بگذارن و نظر به همت و توانایی که تو داری محضی چیزا نمیترسم من از پایان این دیدار میترسم من از پایان این دیدار میترسم از آن روزی که از یاد تو خواهم رفت میترسم از روزی که من متولد بشم بزرگ بشم بمیرم و هیچ کس از وجودم باخبر نشه گویا انگار نبودم این خیلی ترسناکه این خیلی دردناکه این خیلی خطرناکه تو در این دنیا باشی و کسی خبر نداشته باشه تو در این دنیا راه بری کسی خبر نشه کسی و قدم های استوار و محکم تو نبینه این خیلی دردناکه چرا ناامیدی چرا ناامیدی از چی با چی جنگ داری از چی میترسی چرا شکست خود قبول نمیکنی؟ چرا ده دقیقه خود ملامت نمیکنی؟ و تلاشی دوباره انجام نمیدی مگر دوست نداری قهرمان بشی برو داخل آینه نگاه کو قهرمان رو میبینی داخل آینه نگاه کو نگاه کو داخل آینه داخل آینه نگاه کو قهرمان رو داری میبینی قهرمان زندگی خود داری میبینی چرا دیگران تو قهرمان زندگی تو تعیین بکنن مگر تو چیزایی که مدارم نداری نه چرا نه او چشمی که مداروم داری او گوشی که مدارم مداری تو بهترین خلاقیت ها داری تو بهترین ایده ها داری تو بهترین زندگی داری تو بهترین جایگاه داری دوستای عزیز و دوست داشتنی خیلی ها دارن شما رو تماشا میکنن شما غافل از این نباشید که هیچ کس طرف شما نگاه نمیکنه خیلی از درخت ها رشد میکنن هیچ کس رشد او درختار نمیبینه تا زمانی که صدای شنیدن افتادن یک درخت به گوش همه میرسه بعد دیگران بیشتر رشد میکنن شما فکر میکنین اونا استاده میشن تا شما هم بلند بشین نه باید بلند بشی باید خود ثابت بکنی و باید به بایدها اعتماد بکنی در زندگی شاید نباید وشد. در زندگی تو توی که احساس میکنی ناامیدی و احساس میکنی دیگه هیچ دریچه همه درابستی عزیز جان وقتی ای در بسته میشه دیگه انتظار باز شدن نداشته باش در دیگری رو باز کن برای رشد کردن در دیگری رو بکشای نگاه خود به طرف درهای باز دیگر عمیقا خیره کننده خیره کن چرا منتظری اقدر فرصت قدر زمان هدر میدی تا همون در بسته شده دوباره باز بشه وقتی ای در بسته میشه به معنای نیست که تمام خوبی ها تمام امیدها این دریچه بسته شد دریچه گنج امید بسته شد نه تو داری رشد میکنی این دریچه برای تو کوچکه بعد در بزرگتری برای تو باز بشه چرا مثبت فکر نمیکنی نمیشه نمیخوای خود تو داری میگی نمیشه نمیتونی خب همینه دیگه پس من دارم درباره چی صحبت میکنم تمام چیزهایی که شما میگین برای من تجربه شده تمام چیز در همین سن کم من تجربه کردم نمیشه نه فقط تو خواسته ها انجام نتیجه همه خود توی فقط تو برین زندگی دیگران مطالعه بکنین ببینین که آیا اونا بدون فراز و نشیب موفق شدن؟ نه همه تلاش کردن همه سخت کوشش کردن موفقیت های کوچک زندگی خود ببین در سن هفت چه کار کردی در سن هشت چه کار کردی در سن ده سالگی چه کار کردی اونا رو یادداشت بکن ببین چقدر کارهای بزرگی کردی امروز برای تو کارا کوچکه چون تو سن تو بالا رفته و فکر میکنی او کار خیلی کوچک بوده در سن هفت سالگی خیلی او کار نکردن چون نخواستن و نتونستن پس تو کار بزرگی کردی پس تو عمیقا باید از خود خود تشکری بکنی از خود راضی باشین اما از خود راضی نباشین فهمیدی؟ دوباره بگم از خود راضی باشین اما از خود راضی نباشین همه چیز همی قسم از ما و شما سپری میشه به یک نگاه بدون فکر به یک صدا بدون تعمق قرآن هم با او ابوهت و بزرگی که داره میگه افلا یتدبرون کسی نیه مر تدبیر کنه کسی نیه که جملاتی که مدارم برای شما میگم اینا رو تحقیق بکنه اینا چی معنای بزرگی داره تنها چند کلمه نیه که کنار هم چیده شده محتوای بس عظیم و بیادماندنی که درس زندگی داره برای شما درس زندگی برای شما داره میده عزیزای دل بزرگ فکر بکنین من اصلا در این باره فکر نمی کنم که شاید من بیننده نداشته باشم اولین بیننده ای برنامه خود منو و دارم بخواه ارزش قائل میشم وقتی برنامه فساحت داره شروع میشه و از شبکه ترقی پخش میشه اولین بیننده خودم هستم برای من خیلی 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 مهمه که همه بیننده ایمه باشن اما وقتی نباشن دیگه کاری از دست من میاد من باید دیگه برنامه ثبت نکنم من باید رشد خود رها بکنم من باید برم دیگه کاری انجام بدم کاری که دوست دارم دوست دارم همکار دیگر را باشم باید رها بکنم وقتی دوست دارم با رشد دیگران کمک بکنم بعدی کار رها بکنم چون کم برنامه بیننده نداره چون شبکه ترقی جدیدن شروع به آغاز فعالیت کرده و بیننده او کم هست من هم باید مثل تو فکر بکنم؟ نه من شروع کردم شروع من ترقی بوده شروع من برنامه فصاحت بوده من در ادامه شما خواهیم دید که من با چی مجموعه ای مهمان خانه های شما میشم صبر بکنین سنگ صبر به این سینه بزرگ زده ای. من تلاش میکنم برنامه ریزی میکنم توقع دارم که شما با من باشین این برنامه رو دنبال بکنین در این مسیر خود جای بدین فردا دو عزیز کنار پشت این میز در این ماحول خوب نشسته باشه و شروع بکنن به انگیزه دادن این مجموعه بزرگ بشه مجموعه رشد بکنه خواهران ما برادران ما شور و شوق و انگیزه خاصی برای زندگی کردن داشته باشن و به دنبال یک زندگی بزرگ باشن نه طولانی نه ای که من راحت باشم صد سال عمر بکنم اما از وجود من کسی خبر نباشه کسی آگاه نباشه که من بودم یا یعنی. نه من هیچ وقت نمیتونم تصویر بردار عزیز خود جناب آقای نایل فراموش بکنم هستی او داره تاثیر میگذاره داره روی برنامه داره تاثیر میگذاره چرا او داره تصویر مدیریت میکنه تا همه شما بیننده لحظات خوب باشید و هیچ وقت نمیتونم او نادیده بگیرم یعنی بودن چون داره تلاش میکنه یعنی امید چون ما با همه ما داریم دو نفری کار میکنیم در کنار ما ادیتور ما سه نفر شدیم در کنار پخش ما پخش نشرات ما چهار نفر شدیم در کنار من مدیر تدارکات مسئولین حمل و نقل ما یک گروهیم داریم 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 برنامه تولید میکنیم من نمیتونم کسی نادیده بگیرم همه هستیم و این هستی باید ارزش داشته باشه و این جنبش و این مقاومت باید وجود داشته باشه باید باشه تا این زیبایی ها خلق بشه هستند کسانی که برنامه رو میبینن هستند کسانی که به ما عشق داریم به پیام میفرستین داریم به پیام میفرستین کلیپ های مقبولی که در هفته قبل برم ارسال کردین که من برای شما نمایش گذاشتم کم هست شاید ما در طول هفته ده تا دوازده تا کلیپ داشته باشیم که حالا بعضی ها محتوا اینا شاید برای شما خوب نباشه ما پخش نمی کنیم برای ما هست و محتوا مربوط برای ما مجریه برای من گرداننده اما این برای ما خوشحال کننده که شما وقت میدین داخل کلاس بازار دکان یک جای استاده میشین از شما دوستا شما برای ما فیلم میگیرن میفرستن و داریم به ما انگیزه میدیم دارین برای من میگین که آقا ما تو در هر جا میبینیم اگر در آموزشگاهیم در کلاسیم در مدرسه در مکتبیم در هر جا هستیم ما بیننده برنامه فصاحتیم و برنامه فصاحت دوست داریم همون قسمی که موحد واحدی دوستدار همه شما هست و در تولید ای برنامه گروهی عظیم بخش تکنیکی قدرتمندی داره تلاش میکنه تا بهترین لحظات رو برای شما به نمایش بگذاره هر لحظه بیننده ما باشین هر لحظه شبکه ترقیر دنبال بکنین اگر مشکلی وجود داره به ما پیام بفرستین ما رو همراهی بکنین ما رو یاری بکنین ما برای شما پا برسه هستی گذاشتیم ما برای شما پا برسه تولید چون این برنامه های گذاشتیم موحد واهدیر تنها نگذارین ترقیر تنها نگذارین با ما باشین با هم بودن ما ارزش داره با هم بودن ما دنیایی سراسر از خیر و برکت با خود به همراه داره سپاسگزار همه شما عزیزا هستم دوستدار همه شما عزیزا هستم همه شمایی که بیننده لحظات خوب برنامه فساحت بودین و هسته منتظر ویدیو کلیپ های نازنین شما هستم نظریات خوب شما پیام های زیبای شما جملات آخر برنامه تقدیم به همه شما عزیزایی که با دنیای از امید و انگیزه دارین زندگی میکنین و به دیگران زندگی کردن یاد میدین هر جا نفرتی هست عشق باشیم هر جا زخمی هست مرهم باشیم هر جا تردیدی هست ایمان باشیم هر جا ناامیدی هست امید باشیم هر جا تاریکی هست روشنایی باشیم هر جا غمی هست شادمانی باشیم هر جا درماندهی هست دستگیر باشیم و هر جا ای دیدیم غذا باشیم پروردگارا به مایی توفیق نصیب بکن تا درودی دیگر بدرود خدا یار و مددگارتان